تلاش برای بالا رفتن از وسایل بازی، مبلمان منزل، درخت و کارهای شبیه این از جمله مواردی هستش که روزانه کودکان و رو نوپا تلاش میکنن تا انجام بدن و شما بدون اینکه فکر کنی ناخودآگاه به کودک می، که مراقب باش، مواظب باش که نیفتی و البته ما با در نظر داشتن این موضوع که میخوایم کودک ما ایمن باشه این جمله رو میگیم و یادآوری احتیاط به کودک شاید به ظاهر منطقی بیاد اما گفتن اینکه مراقب باش مواظب باش به کودک یاد نمیده که چطور موقعیت های خطرناک رو شناسایی بکنه در واقع استفاده زیاد از این جمله میتونه اثرات منفی ناخواسته در کودک ایجاد کنه فقط این جمله نیست که میتونه آثار منفی روی کودک داشته باشه موارد دیگری هم هست که من در ادامه این ویدیو میخوام توضیح بدم که گفتن اونها هم میتونه به کودک آسیب بزنه و البته جملات درست و کارهای درستی که ما میتونیم تو این شرایط انجام بدیم رو هم میخوام توضیح بدم پس حتما ویدیو رو لایک بکنید و اگر هم عضو کانال نیستین میتونید با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال بشین. همونطور که در ابتدای ویدیو گفتم گفتن این جملات در رشد طولانی مدت کودک اثرات مخربی میذاره شاید فکر کنین که در اون لحظه میتونه مؤثر باشه اما اثرات مخرب این جمله خیلی بیشتر هستش ولی نگران نباشین من میخوام عبارات جایگزین یا کارهای جایگزین رو به شما معرفی بکنم که میتونه اثرات مثبتی بذاره حالا میخوایم بررسی بکنیم که چه اتفاقی میفته وقتی به کودک میگیم مراقب باش در واقع داریم به کودک این پیام رو میدین که یک خطری احتمالا وجود داره حالا این خطر دقیقا چی هست رو کودک نمیدونه و اینکه چطور باید از این خطر اجتناب کنه رو هم نمیدونه فقط میدونه که شخص مورد اعتمادش یعنی والدینش پدرش مادرش به او این مسئله رو گوش گوشزد کردن که احتمالا خطری اون رو تهدید میکنه و اون باید بترسه حالا در ادامه چه اتفاقی میفته این باعث میشه که کودک در انجام هر کاری شبیه اون کار این احساس یعنی احساس ترس رو تجربه بکنه و شاید تو اون لحظه شاید فکر کنه که مؤثره اما چیزی که اتفاق میفته در دراز مدت اثرات منفی داره در واقع مشکل اینه که اونها احساس ترس رو تجربه میکنن ولی نمیدونن که حالا دقیقا باید از چی بترسن یا چه عاملی یا چه چیزی ممکنه برای اونها خطر ایجاد بکنه و این مسئله باعث میشه که با گذشت زمان تمایل کمتری برای کاوش و آزمایش یا بررسی چیزهای جدید داشته باشن چون نگرانند که هر چیز جدیدی به طور بلقوه خطرناک هستش و اونها باید بترسن یا از اون اجتناب کنند. ولی همونطور که میدونیم ما باید بچه ها را تشویق کنیم تا اون محیط جدید رو تجربه بکنن اون ریسک هایی که هست و قابل کنترل هست رو بشناسن و در واقع این تجربیات جدید به کودک اجازه میده که محدودیت های خودشون رو بررسی بکنن خودشون رو و محیط پیرامونشون رو بیشتر بشناسن و چالش های بیشتری رو پشت سر میذارن و همه اینها به تقویت اعتماد به نفس و استقلال کودک کمک میکند. اما با گفتن این جمله که مراقب باش یا مواظب باش همونطور که گفتم باعث میشه که یه احساس ترس و روبرو شدن با محیط جدید رو تجربه بکنن و وقتی این اتفاق بیفته باعث میشه که در دراز مدت کودک از بیرون رفتن از منطقه امن خودش ترس داشته باشه و توانایی آنها در گسترش مهارت هاشون کمتر میشه چون توانایی روبرو شدن با چالش های جدید و بیشتر رو ندارن و در نتیجه تعداد فرصت فرصتهای رشدی آنها به مرور کمتر میشه و این موضوع البته فقط محدود به رشد توانایی های حرکتی نیست بلکه عدم تمایل کودک به خارج شدن از منطقه امنش باعث میشه که در رشد اجتماعی و شناختی کودک هم اثر منفی داشته باشه همچنین این احساس ترس میتونه وابستگی کودک به شما رو افزایش بده چون اونها قبل از انجام هر کاری نیازمند تایید شما هستند. من نمیگم که اصلا نباید کودک رو متوجه خطرهای احتمالی بکنیم اما روش های بهتری هم هستند که میتونیم از اونها استفاده بکنیم حالا با مثال میخوام این رو بیشتر توضیح بدم مثلا اگر دفعه بعد کودک شما خواست یک کار ماجراجویانه انجام بده مثلا فرض کنین که در یک پلیگراند یا زمین بازی محیط بازی که بچه ها دارن بازی میکنن و بچه های دیگه اونجا مشغول بازی هستن کودک شما یه شاخه درختی رو که حالا بلندم هست گرفته دستش و وسط اون زمین بازی داره میچرخونه و شما از کودک میخواین که این کار رو متوقف بکنه ولی نمیدونین که چه باید این رو به کودک بگی روش درستش اینه که به کودک در اون لحظه باید بگین که حالا این چوب رو بذار زمین چون ممکنه به کسی صدمه بزنی و در واقع اینجوری کودک متوجه میشه که چرا شما گفتین چوب رو حالا بذار زمین چون باعث میشه که به دیگران آسیب وارد بشه یعنی این خواسته شما یعنی توضیحی که شما به کودک دادین خیلی واضح بود اما گفتن جمله مراقب باش یا مواظب باش خیلی مبهم و کلی هستش و کودک دقیقا متوجه نمیشه ولی اینکه به کودک توضیح میدین که این کار رو متوقف کن یا این رو بذار زمین چون ممکنه به دیگران آسیب وارد بشه این رو کودک بهتر متوجه میشه و همین باعث میشه که دیگه کودک احساس ترس رو تجربه نکنه گاهی هم ممکنه یه موقعیتی باشه که شما نمیخواین کودک اون کار رو متوقف بکنه بلکه میخواین فقط بیشتر اون از لحاظ ایمنی نکات بیشتری رو رعایت بکنه یا خطری اون رو تهدید نکنه تو اون شرایطی که داره بازی میکنه مثلا اینکه کودک بالای یک وسیله بازی رفته و شما نمیدونین که میتونه خودش رو کنترل بکنه از اون بالا نیفته یا نه حالا تو این شرایط باید چیکار بکنی وقتی کودک از یه وسیله حالا بالا رفته که توی ارتفاعی میخواد قرار بگیره و میتونه براش خطرناک باشه یا خطر افتادنش وجود داره کاری که شما باید انجام بدید. اینکه که نزدیک کودک بیستین تا بتونین در صورتی که نیاز به کمک داشت یا اگر خطر اون رو تهدید کرد یا خواست بیفته اون رو بگیرین و به کودک هم این رو بگین که اگر کمک خواستی من اینجا هستم و اینجوری کودک هم از لحاظ ایمنی تعمین میشه و همین که حس ترس در کودک ایجاد نشده همچنین وقتی شما نزدیک کودک به کودک احساس اطمینان و امنیت را از شما دریافت میکنه پس در واقع با این کار به کودک خودتون قدرت میدین که با خیال راحت برو بازی کن بررسی کن کاوش کن که اینجوری در واقع استقلال و اعتماد به نفس کودک تقویت میشه و در معرض اون تجربیات جدید قرار میگیره و همین که خطر کودک رو تهدید نمیکنه مورد بعدی که میخوام توضیح بدم شرایطی هستش که مثلا کودک رو به پارک یا یک محیط بازی بردین و زمان رفتن به خونه رسیده و میخواین که کودک با شما بیاد که برین خونه و تایم بازی کردن تمام شده و شما تلاش میکنین که کودک رو متقاعد کنین که محیط بازی رو ترک بکنه اما بچه ها معمولا دوست ندارن که وقتی میرن بازی حالا تو پارک با همون گفته شما بخوان محیط بازی رو ترک بکنن و ممکنه در یه لحظه خیلی خسته بشین از اینکه بخواین قانعش بکنی و در یک لحظه به کودک میگین که دیگه خداحافظ من میخوام برم و شروع کنید به رفتن بدون کودک بدون اینکه کودک همراه شما بیاد در ادامه چه اتفاقی میفته باعث میشه که کودک حرف شما رو باور بکنه و با گریه و ناامیدی به سمت شما بیاد که و این رو بگه که من رو رها نکن یا منو اینجا نذار و در واقع ممکنه شما فکر کنید که الان شما به هدفتون رسیدین یا موفق شدین اما اینکه به کودک گفتین که بدون اون میرین جمله خوبی نیست چون بچه ها همه چیز رو باور میکنن و پیامی که دادین به کودک این بوده که عشق شما مشروط بوده یعنی کودک به این نتیجه میرسه که اگر من حرف پدر یا مادرم رو گوش نکنم یا درست رفتار نکنم اونها منو ترک میکنن یا منو دوست ندارن و این احساس باعث تجربه حس ناامنی و استراب در کودک میشه و یه حالت دیگه ای هم هست که اگر این جمله رو بگین ولی اون کار رو انجام ندین این هم, این هم زیاد خوب نیست چون کودک به این نتیجه میرسه که اینها همه تهدیده تهدیدهای تو خالیه و شما هم اون رو عملی نمیکنین و همین هم باعث میشه که اعتمادش به شما کم بشه و به مرور بچه ها یاد میگیرن که دیگه حرف شما رو جدی نگیرن پس حالا کار درست چیه تو این شرایط دفعه بعد اگر تو این شرایط قرار گرفتین به جای اینکه بگین حالا خداحافظ من رفتم باید سعی بکنین که احساسش رو اول تصدیق بکنین که آره میدونم اینجا رو دوست داری دوست داشتی بهت خوش میگذره دوست داری بازی بکنی اما الان زمان رفتن به خونه است یعنی اون مرز رو مشخص کنین پس اول احساسش رو تصدیق میکنین که میگین که میدونم اینجا داره بهت خوش میگذره و بعد مرزها رو مشخص میکنی، یعنی الان زمان رفتن به خونه است اگر هنوز قانع نشد که بیاد برین خونه میتونی مرحله بعد با صحبت کردن در مورد چیزهایی که حالا هیجان انگیز هستن یا پیشنهاداتی که خیلی جذاب هستن تو خونه یا تو مقصد انتظارشون رو میکشه ترک کردن اون محیط رو براش جذاب تر کنی مثلا اینکه بگیم الان میریم خونه میریم هموم آب بازی میکنیم یا اینکه با هم میریم خونه کیک درست میکنیم میریم خونه بستنی میخوریم اینها در واقع باعث میشه که یه پیشنهادات جذابتری باشن که کودک در واقع یک دلیلی پیدا میکنه که بخواد محیط را ترک بکنه و اگر باز توی این مرحله کودک باز هم قانع نشد که همراه شما بیاد میتونی بهش انتخاب بدین که حالا خودت دوست داری بیا یا من بغلت کنم اگر راضی نمیشه میتونید بغلشون کنید و احساسش رو همزمان تصدیق بکنین که میدونم دوست نداری اینجا رو ترک کنیم ولی من بهت کمک میکنم که با هم اینجا رو ترک بکنیم و بعد بغلش کنید و اینطوری برید این باعث میشه که نه تنها استرس هر دوی شما کمتر باشه بلکه اعتماد کودک به شما بیشتر بشه و درک او مبنی بر اینکه مورد حمایت و عشق قرار گرفته توسط شما هم بیشتر میشه قبل از اینکه ادامه ای ویدیو رو ببینید اگر تا اینجا از مطالب خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک بکنید و اگر هم عضو کانال نشدین حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید مورد بعدی که میخوام توضیح بدم شرایطی هستش که کودک داره یه کاری رو انجام میده که نباید انجام بده و شما وقتی بهش میگین این کار رو انجام نده در واقع کودک داره بدتر میکنه و بیشتر تکرار میکنه حالا میخوام بیشتر توضیح بدم تصور بکنید که کودکی داره غذا میخوره حالا پشت میز غذا خورش نشسته و داره غذا رو پرت میکنه و شما وقتی این اتفاق رو میبینید باعث میشه که خیلی سریع به سمت کودک میاین و با اشاره دستاتون یا حرکات صورت به کودک میفهمونین که این کار رو نکن این اشتباهه ای حالا یا صداتون رو بلندتر میکنین که کودک متوجه بشه که کارش اشتباهه و میگین که غذا رو پرت نکن اما میبینین همچنان داره تکرار میکنه گفتن این که این کار رو نکن پرت نکن نتیجه معکوس میده حالا چرا این اتفاق میفته؟ چون بچه ها دارن از این طریق از سمت شما توجه میگیرن هرچند از نظر ما شاید زیاد خوشایند نباشه اما بچه همین مدل توجه گرفتن رو هم دوست دارن و بچه ها در واقع فکر میکنن که با پرت کردن غذا باعث میشن که شما به عنوان والدین به سمتشون میرین و با اون حرکات چهره ای که حالا داریم از نظر بچه ها فانی یا جالب هستش و این رو دوست دارن و در واقع یک پیروزی یا موفقیت برای اونها به حساب میاد پس حالا باید چیکار کار بکنیم اگر کودک کاری میکنه که نباید انجام بده مثل همین پرت کردن غذا یا دست زدن به پریز برق یا وسایلی که نباید بهشون دست بزنه یا پرت کردن اسباب بازی یا هر کاری شبیه این به جای اینکه بگین چه کاری نکن بگین که چه کاری رو انجام بده چون فهمیدن اینکه چه کاری را انجام بده براش خیلی راحت تر هستش مثلا همون در مورد پرت کردن غذا باید بهش بگین که غذا باید داخل بشقابت باشه و فقط اون رو بخوری بره تو دهنت چون مستقیم به کودک دارین کار درست را یاد میدین و این روش یک روش واضح و مشخص هستش باعث میشه که کودک بیشتر از شما پیروی بکنه و ناامیدی کودک هم کمتر میشه چون دیگه کودک از سمت شما زیاد نه نمیشنوه چون وقتی نه ناامیدی و احساس منفی کودک بیشتر میشه ولی وقتی که روش مثبت رو بهش بگین و روش درست رو بگین دیگه کودک از سمت شما نه نمیشنوه و در واقع شنیدن نه به دفعات زیاد باعث میشه که اعتماد به نفس و عزت نفس بچه ها کمتر بشه چون همش احساس میکنن که دارن کارهای اشتباه انجام میدن روش درست اینه که به شیوه مثبت و کار درست را در واقع به کودک آموزش یه راه دیگه برای تقویت اعتماد به نفس تحسین کودک هستش جملاتی مثل اینکه حالا تو باهوشی شاید به ظاهر خوب باشه اما تحقیقات نشون داده که این روش تحسین مناسب نیست و حتی میتونه اثرات منفی داشته باشه تو این ویدیو من در مورد روش های مختلف تحسین کودک توضیح دادم که چطور کودک رو تشویق بکنی که اعتماد به نفس و عزت نفس کودک بیشتر بشه حتما این ویدیو رو هم ببینید